درود، محمد تماسبی هستم. در این قسمت از گرد آتش میخوام در مورد یه روش بسیار ساده و بسیار کارآمد برای افزایش بهرهوری صحبت بکنم و این روش همچنین کمک میکنه که به تأخیر انداختن کارها رو کمتر مواجه بشید باهاش. این روش ساده اسمش هست روش پومودورو. حالا توضیح میدم، میبینید که چقدر ساده است این کار. کسایی که دارن تصویری میبینن، یه تصویر هم آماده کردم برای توضیحش. ما اینجوری هست که 25 دقیقه تایمر میذاریم و کار میکنیم روی کاری که میخوایم تمرکز میکنیم. بعد اون 25 دقیقه که تموم شد، 5 دقیقه به خودمون استراحت میدیم. بعد از اون 5 دقیقه استراحت، دوباره 25 دقیقه کار میکنیم و بعد دوباره وقتی تایمر به صدا در اومد، 5 دقیقه استراحت. برای بار سوم هم 25 دقیقه کار میکنیم و بعد باز 5 دقیقه استراحت. به دور چهارم که رسیدیم، 25 دقیقه کار میکنیم و این بار یک استراحت طولانی تر، یعنی 15 دقیقه. و همین رو میتونیم بارها و بارها تکرار کنیم. به همین سادگی، همین روش به من کمک کرده که پروژه خیلی بزرگی رو تموم بکنم. با همه سادگیش بسیار کارآمده و ارادت من هم به این روش بسیار زیاد شده به خاطر همین کارآمدیش. زمان باش آشنا شدم که داشتم روی ترجمه با شکوه‌ترین نمایش روی زمین اثر ریچارد داکینز کار میکردم و معمولا تا قبل از اون اینجوری بود که وقتی میخواستم کاری رو انجام بدم یا پروژه دانشگاهی رو انجام بدم، میرفتم کافی شاپ و اینکه مجبور بودم پول بدم برم توی یه محیط جدید کار کنم، این یه عذاب وجدان مثبت واسه من ایجاد میکرد که مجبور بشم توی رو در بایستی گیر کنم و کار بکنم. اما وقتی که با این روش آشنا شدم، دیگه اصلا خونه رو هم ترک نمیکردم، همون توی خونه می نشستم. یه تایمر 25 دقیقه میذاشتم و حالا برنامه های مختلفی هم هست که ازشون صحبت میکنم برای پیاده کردن این روش و کارم رو پیش میبردم و این واقعا زندگی من عوض کرده و بهره وری منو به مراتب افزایش داده. حتی واسه درست کردن پادکستم از این روش مدت هاست استفاده میکنم. خب گفتم یه پادکستم تولید کنم و در موردش صحبت بکنم. روش به همین سادگی بود. حالا در مورد این صحبت میکنم که چرا این روش کار آمده. دو تا دلیل داره که مقاومت روانشناختی رو پایین میاره. این دو دلیل به نظر من، یکی اینه که ما با این روی کرد میریم به کارمون نگاه میکنیم، نمیگیم که ما میخوایم 4 دور 4 تا 25 دقیقه کار بکنیم. به خودمون میگیم فقط قرار بری 25 دقیقه روی اون کارت تمرکز بکنیم، فقط 25 دقیقه. و چون که ما به خودمون نمیگیم 1 ساعت، به خودمون نمیگیم 10 ساعت، 3 ساعت، این 25 دقیقه رو توی هر روزی میتونیم بگنجونیم، حتی اگر که خیلی خسته باشیم. پس میگیم فقط 25 دقیقه و اینجوری خودتون رو گول میزنید، میشینید پای کار. تازه اینجوری میشه بعضی وقتا حتی با تایمر هم میبینید که دارید رقابت میکنید که قبل از اینکه تایمر به صدا در بیاد کار بیشتری رو انجام داده باشید. دلیل دوم که مقاومت روانشناختی رو پایین میاره اینه که ما با یه زمان ثابت مواجهیم، نه با یه هدف کاری که برای خودمون تعیین کردیم. مثلا توی ترجمه باز بخوام مثال بزنم، نمیگم وقتی که 1 صفحه ترجمه کردم از سر کار بلند میشم و خودم رو مجبور بکنم حالا اون 1 صفحه هر چقدر طول میکشه بشینم پاش، حالا 1 ساعت طول میکشه یا مثلا 20 دقیقه طول میکشه. این خیلی مقاومت زیادی رو ایجاد میکنه و نمیدونیم با چه چیزی روبرو هستیم. مثلا بعضی موقع ممکنه یه پاراگراف 5 دقیقه طول بکشه، یه پاراگراف به همون اندازه، یه پاراگراف دیگه به همون اندازه 1 ساعت طول بکشه به خاطر چیزایی که میخواین در موردش تحقیق بکنید و ببینید واژگان درست چیه. حالا برای ویدیو هم میشه همین مثال زد که من بشینم پای کار تا اینکه کل چارچوب و ساختار این چیزی رو که میخوام در مورد صحبت بکنم بنویسم. این یه حجم خیلی بزرگیه. ولی وقتی که میگم نه، فقط من کافیه 25 دقیقه زمان بذارم، مهم نیست چقدر کار انجام بشه. پس این دوتا دلیل، یکی این که اول فقط به اون 25 دقیقه اول نگاه میکنیم و یکی دیگه هم این که
ما خودمون رو فشار نمیاریم، به خودمون فشار نمیاریم که کار خاصی رو انجام بدیم، که کار زیادی رو انجام بدیم. به خودمون فشار میاریم فقط در همین حد که اون 25 دقیقه با اون کار تنها باشه. فقط کافیه به صفحه مانیتورتون مثلا زل بزنید، اون ترجمه رو باز کرده باشید، به صفحه کاغذتون زل بزنید و بنویسید اونجا، به صفحه مانیتورتون زل بزنید و چند تا کلمه بنویسید و به موضوع مقالتون، به موضوع پایان نامتون فکر کنید و هر چقدر که میتونید بنویسید. خوب، بد، کیفیت مهم نیست، حتی کمیت اینکه چقدر هم بنویسید مهم نیست. مهم این هست که اون 25 دقیقه رو فقط بشینید پای کار، فقط بشینید زل بزنید به کار، هم باز این حسابه، باز این قبوله. فقط به اعلانهای گوشیتون نگاه نکنید، به هی به آشپزخونه نرید، در یخچال باز و بسته نکنید، یا نمیدونم نتفلیکس نگاه نکنید. فقط 25 دقیقه بشینید، فقط و فقط همون کار رو انجام بدید. با کسی حرف نزنید، با گوشی بازی نکنید، فقط همین کار رو قرار انجام بدید و نه هیچ کار دیگه ای. با وجود اینکه عملا زل زدن به مانیتور هم قبوله، به شرط اینکه کارهای دیگه نکنید، زل زدن به صفحه کاغذ هم قبوله، همینجور که گفتم میبینید که تایمر داره کم کم به صدا در میاد، شما دارین تون تون تایپ میکنید که از تایمر جلو بیفتن و یه جمله بیشتر نوشته باشید. اینجوری خودتون رو گول میزنید و کار بیشتری رو هم انجام میدید. این دوتا دلیلی بود که باعث میشه که مقاومت روانشناختی بیاد پایین. حالا یه دلیلای دیگه ای هم هست. هر بار که تایمر به صدا در میاد، شما مثلا میزان پیشرفت خودتون رو مینویسید که یه دور این کارو کردم، دو تا پومودورو این کارو کردم، سه تا پومودورو اینها، و اگر از نرم افزار استفاده کنید خودش اتوماتیک بهتون میگه، خودش به صورت خودکار بهتون میگه، میگید که این عدد رو میبینید، میشه مثل یک بازی، این عدد رو میبینید و ترغیب میشید، به خودتون افتخار میکنید که من این همه اومدم جلو، از صفر اومدم به 25 دقیقه، از 25 دقیقه اومدم به 50 دقیقه، و این رو شما توی قالب اعداد میبینید، بسیار براتون قابل لمسه و تشویق میشید که بیشتر جلو برید. یه عامل دیگه که باز به شما پاداش میده همون صدای تایمره. خیلی از بازی ها، حتی از بازی های خیلی قدیمی، پیش پا افتاده ترین بازی ها شما در نظر بگیرید، صداهایی که ایجاد میکردن اینها با برای این طراحی شده بودن، این صداها توی بازی جایگذاری شده بودن که افراد رو به خودشون یه طوری معتاد بکنن. وقتی شما امتیازتون کم میشه یه صدایی میشنوید، وقتی که امتیازتون افزایش پیدا میکنه یه صدای دیگه، و هی میلتون به شنیدن اون صدایی که امتیاز به شما میده بیشتر و بیشتر میشه و همینجوری هست که جلو میرید. هر بار که تایمر به صدا در میاد و به شما میگه 25 دقیقه کار انجام دادید، شما مایل میشید که باز 25 دقیقه های دیگه ای رو کامل بکنید، و این به اصطلاح گیمیفای میکنه، تبدیل به بازی میکنه کاری رو که شما میخواید انجام بدید، کار بسیار جدی رو که میخواید انجام بدید. این همین عامل دیگه ای هست که کارتون رو به بازی شبیه میکنه. و یه عامل نهایی دیگه به نظر من این هست که خب وقتی شما میبینید فقط کافی 25 دقیقه کار انجام بدید و اون 25 دقیقه اول ممکنه بعد از اینکه صدای تایمر به صدا در میاد، اون استراحت رو شما بخواید ازش استفاده بکنید، اون 5 دقیقه زمان رو، ممکن هم هست که بیخیال بشید. وحی منزل نیست که شما وقتی که 25 دقیقه تموم شد حتما حتما استراحت بکنید. واقعا اصول روانشناختی خاصی هم نداره که چرا این عدد 25ه، میتونه عددهای دیگه ای هم باشه، ولی 25 یه عددی هست که نه زیاده نه کمه، و اینجوری هست که وقتی نشستید پاش، ممکنه 25 دقیقه گذشت، اول ممکنه اصلا ذهنتون گرم نشده باشه، ولی همون 25 دقیقه ممکنه کافی باشه که وقتی صدای تایمر رو شنیدید بگید که آها، من الان توی یه مودی هستم که میتونم ترجمه رو ادامه بدم، میتونم مقاله رو ادامه بدم، میتونم ویدیو رو ادامه بدم، و به کارتون ادامه میدید به جایی که استراحت کنید، به همین سادگی. و این کاملا ممکنه، خیلی وقتا ممکنه اتفاق بیفته. حالا ممکنه
تایمر اول که به صدا در میاد واقعا به استراحت نیاز داشته باشید، هنوز کرخت باشید، ذهنتون گرم نشده باشه، ولی تایمر دوم سوم به احتمال خیلی زیاد کلا بی خیال پومودوروهای مختلف میشید، دورهای مختلف میشید و دیگه فقط مستمر روی کارتون تمرکز میکنید و همه استراحت ها رو ازشون بی خیال میشید و میگذرید. حالا ممکنه بگید که چرا اسم این تکنیک هست پومودورو، مخصوصا اگر که معنی پومودورو رو بدونید واسهتون عجیب میشه. وقتی که سرچش میکنید اکثرا عکس گوجه فرنگی میاد. پومودورو توی زبان ایتالیایی به معنی گوجه فرنگی هست، توی بعضی زبانهای دیگه حالا از جمله لهستانی هم شبیه به همینه، پومیدور. یه فرد ایتالیایی به اسم فرانچسکو چریلو، امیدوارم اسمش رو درست تلفظ بکنم، توی اواخر دهه 80، دهه 1980 میاد این روش رو ابداع میکنه و توی ایتالیا یه گوجه فرنگی هایی بوده که تایمر داشته و اینها توی آشپزخونه هاشون بوده، مثلا میذاشتن روی یه ساعت به صدا در میومده، میرفتن کیک رو از توی فرگاز بیرون میآوردن و این میاد از اون استفاده میکنه برای مطالعه کردن. به خاطر همین اسم تکنیک خودش رو میذاره پومودورو و این توی همه دنیا معروف میشه. حالا که در مورد این مبانی صحبت کردیم، یه چند روش خیلی ساده برای به کار گرفتنش توی زندگی روزمره وجود داره که اینها رو به شما در میون میذارم. شما به جای اینکه تایمر بذارید که واقعا اون کار رو میتونید انجام بدید، ولی خب یه مقدار همه چیز به صورت دستی انجام میشه، میتونید از هر جایی که به مرورگر به اینترنت دسترسی دارید توی مرورگرتون pomofocus.io رو باز کنید و اونجا یه صفحه خیلی ساده به شما میده که شما میتونید دکمه استارت رو بزنید و از اون پومودورو استفاده بکنید. این یه راه خیلی قابل دست هست چه روی گوشی چه روی کامپیوتر بدون نصب هیچ برنامه ای. همه این آدرس ها و اسم ها رو هم که قرار توی این بخش بگم اون پایین توی توضیحات ویدیو یا پادکست میذارم. این pomofocus.io که توی مرورگر باز میشه یکی از اون راه هاست. اگر گوشی اندروید دارید که محبوب ترین گوشی هست، برنامه Clockwork Tomato رو توصیه میکنم، فقط به این دلیل که خودم استفادهش کردم. این برنامه رایگانه، هیچ پولی نمیخواد بدید، نسخه پولی هم داره که من فقط به خاطر اینکه منو مرامکش کرده بود خریدمش، ولی نسخه رایگانش همه کارها رو میکنه به خاطر اینکه تکنیک خیلی ساده است. 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت، 3 بار این تکرار میشه، بار چهارم 25 دقیقه کار، 15 دقیقه استراحت. به همین سادگی برنامه نویس باشید، شاید خودتونم بتونید دیگه همینجور چیزی رو محض تفریح درست بکنید. این برای گوشی های اندروید Clockwork Tomato. برای کامپیوتر، لپتاپ، هر سیستم عاملی که تقریبا به ذهنتون میرسه، چه مک او اس، چه ویندوز، چه لینوکس، میتونید از پوموتروید استفاده بکنید که این برنامه مورد علاقه منه که روی سیستم عامل های مختلف هم ازش استفاده میکنم. حالا اگر که از iOS استفاده میکنید، این یه سیستم عاملی هست که خودم دسترسی بهش ندارم، اما از اونجا که روی macOS قبلا بی فوکست رو داشتم، بی فوکست، فوکست تایمر، شما میتونید از اون برنامه روی iOS هم استفاده بکنید. بسیار ساده است. پس این برنامه چه روی iOS، چه روی macOS، چه روی آیپد داشته باشید یا آیفون اجرا میشه، رایگان هم هست، نسخه پولی هم داره. حالا اگر خیلی خرابش شدین، خیلی خاطر خواه شدید، میتونید نسخه پولیش رو هم بگیرید، ولی نسخه رایگانش همه کارها رو انجام میده. پس کلن با روش های با برنامه ها یا روش های کاملا رایگان میتونید ازش استفاده بکنید. یه راه حل قدیمی و آنالوگ هم هست، اونم اینه که خود همون گوجه فرنگی ها رو بگیرید که چه توی ایران چه خارج از ایران خیلی راحت میتونید بخریدش و از اون نوع آنالوگش استفاده کنید. اگر میدونید که مثلا اگر که از گوشی استفاده بکنید حواستون پرت میشه، روی کامپیوتر کار نمیکنید، روی کاغذ کار میکنید و ترجیح میدید همه چیز آنالوگ باشه و
قدیمی میتونید از اون روش پیروی بکنید، اون روش رو دنبال بکنید. امیدوارم که این پادکست کوتاه بهتون کمک کننده باشه و به همون اندازی که من ارادت پیدا کردم به پومودورو توی این چند سال، شما هم بهش ارادت پیدا بکنید. پس برید اون برنامه رو باز کنید و 25 دقیقه اول شروع کنید و به خودتون بگید فقط 25 دقیقه. پیروز و کامیاب باشید.